من قبلا قلدر و زورگو بودم، ولی الان فهمیدم چرا اشتباهه. فکر میکنم وقتی شروع شد که برادر اولم دنیا اومد، خانواده های آلبانیایی کلن پسر دوستن، مامان بابای منم بیشتر به اون توجه میکردن و یه جورایی منو خواهرم و فراموش کردن. اون یکی برادرم که دنیا اومد بدترم شد، حالا دوتا پسر و دوتا دختر داشتن. خب معلومه که همه چی برای پسر ها. احساس میکردم کلن منو نمیبینن. بعدم به جایی رسید که مامانم جوری تحقیرم میکرد که از خودم میپرسیدم چرا هنوز اینجا موندم، چرا نمیتونم مثل خودش باشم، چرا اینا باید پدر مادر من باشن، چرا باید مطابق میل اونا زندگی کنم. تو مدرسه رئیس بازی در میآوردم چون فکر میکردم تنها جاییه که میتونم به همه چی تسلط داشته باشم. برای همین مثل رئیسا بودم و زورمو به رخ میکشیدم. تو خونه بهم زور میگفتن. من تو مدرسه زورگویی میکردم. راستش بیشتر از اونیم که بهم زور میگفتن زورگو و قلدر بودم، چون انگار یه جوری دوباره مهم میشدم و با زور گفتن به بقیه قدرت میگرفتم. هر کاری میکردم که بقیه رو ناراحت کنم، چون فکر میکردم وقتی عصبانیم بقیه رو که ناراحت میکنم، اون وقته که اونا حال منو میفهمن. که خب کاملا احمقانه بود، اما آدم تو شرایط ذهنی نمیفهمه. از قصد یک نزدیک می شدم که بفهمم از چی خوشش نمیاد و چی اذیتش میکنه. بعد یهو باهاش بد می شدم و از همون علیهش استفاده می کردم تا عمدن آزارش بدم. مخصوصا چیزایی می گفتم که بقیه احساس خیلی بدی کنن از ظاهرشون، یا چیزایی که نمی تونستن تغییرش بدن ضدشون استفاده می کردم. می گفتم وا چقدر چشات ریزه، یا دندونا چه کج و کلن. از اینکه همه رو ناراحت میکردم خوشم میومد. اگه همه تو کلاس از من ناراحت تر باشن، یعنی اینکه من از همه خوشحال ترم. اینجوری فکر میکردم. نمیتونستم احساساتم رو نشون بدم. برای همین خودم محکم و آروم نشون میدادم. یه دیوار دور خودم کشیده بودم که نمیذاشتم کسی ازش رد بشه. همه چی برای من یه بازی بود. دعوا کردنم با بقیه همه نشونه همین ذهنیتم بود. اینکه من میبرم تو میبازی، من میبرم تو میبازی، من میبرم تو میبازی. انگار با بقیه شطرنج بازی میکردم و هیچ وقتم نمیباختم. یه روز تو راه رو معلم جلومو گرفت و گفت وایستا. هر جور با بقیه رفتار کنی به خودت برمیگرده. اگه میخوا خوشحال باشی دورو برای تو با شادی پر کن. یه چیزی تو ذهنم جرقه زد و امتحانش کردم. وقتی دورو بریام خوشحال بودن به هم میگفتن بیا پیش ما، میدونیم خودت هم دوست داری بیای. من باورم نمیشد با منن. پیششون که رفتم حال و هواشون روم تأثیر گذاشت. حس خوبی بود. من دنیای خودم رو ساخته بودم. وقتی اون دیوار کنار رفت گیج و گم شدم، چون جز کنترل کردن بقیه چیزی بلد نبودم. باید رابطه ها رو با خیلی از اول می ساختم، ولی به هر حال زخم کارام رو روان بقیه مونده بود. فکر کنم من آدم صفر یا صدیم. تا اون موقع تنها کاری که کرده بودم ناراحت کردن بقیه بود، که برعکسش می شد خوشحال کردنشون. از اون به بعد مدام به خودم فشار می آوردم تا هر کاری که می کنم بقیه رو خوشحال کنه. خسته کننده بود. دیگه روی اوضاع کنترل نداشتم، اما احساس خوبی داشتم. برای همین ادامه دادم. تونستم با چند نفر تو مدرسه دوست نزدیک بشم. قبلا هرگز این تجربه رو نکرده بودم. من نمیتونم طرز فکر پدر مادرم رو عوض کنم. نمیتونم قواعد زندگیشون رو تغییر بدم، چون بچه‌ام. نمیتونم کنترلشون کنم. فقط باید باهاشون کنار می اومدم. این فیلم میتونه برای معلم ها خیلی مفید باشه. معلم ها میتونن با نشون دادن این ویدیو سر کلاس، سر صحبت رو در مورد قلدری با بچه ها باز کنن و در مورد علت و ریشه رفتارهای بچه ها صحبت کنن. دکتر هادی شاکر فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان مهمون ما هستن تا این موضوع رو بیشتر باشون باز کنیم. دکتر شاکر، همونطور که تو ویدیو دیدیم بچه قلدر بعد از اذیت کردن بقیه یه حس خوبی داره. چطور باید متقاعدش کنیم که این حس خوب کوتاه مدت رو رها کنه؟ خیلی نکته مهمیه. در واقع برمیگرده به سن بچه ها. اگر که زیر 10 داریم صحبت میکنیم، یه مقدار بچه ها درک این که رفتارشون روی طرف مقابل چه تأثیری میذاره براشون دشواره.
بالای 10-12 براشون آسون تر میشه که تجسم کنن دنیا از چشم یک نفر دیگه دیدنش به چه شکلی هست. در قسمت دوم اینه که سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم بگیم اگر که یه همچین اتفاقی برعکسش باشه، مثلا بابا بیاد به تو یه همچین حرفی بزنه یا مثلا دوستت به تو یه همچین حرفی بزنه که تو به کسی دیگه گفتی، تو چه احساسی پیدا میکنی؟ ممکنه بچه ها اولش بگن هیچی، این خوبه، مشکلی نداره، ولی گفتگو از اینجا شروع میشه که تو سعی کنی از چشم کس دیگه این رو ببینی و بعد برچسب این رو شما میتونین بزنین که کسی که به کس دیگه زورگویی میکنه خودش احتمالاً ترسیده، خودش احتمالاً احساس ضعف کرده که داره اینجوری از خودش دفاع میکنه. چی تو رو اذیتت کرده؟ چی احساس میکنی باعث شده تو بترسی؟ که بچه بدون زورگویی خودش طرف دیگه ای از ترسیدنه و این علامت شجاعت نیست که بخواد صداشو بلند کنه یا کسی رو بزنه یا بخواد از رفتارهای غیر قابل قبول استفاده بکنه. وقتی فهمیدیم کودکمون قلدری داره میکنه چطور باید باش برخورد کنیم؟ این خیلی مهمه به پیش زمینش نگاه کنیم. اگر که فرزند من داره این کارو میکنه، من مهمه برام که بدونم از گذشته اتفاق مشابه بر خودش افتاده یا نیفتاده، بدونم که علائم دیگه‌ای مربوط به بهداشت روان وجود داره، برای اینکه بچه‌ها ممکنه که به دلیل استراب، خلق پایین یا مسائلی مثل بیشفعالی فرض بکنین یا اختلال رفتاری اینجور رفتارها رو از خودشون نشون بدن. بنابراین یک رفتاری نیست که یک شبه یه دفعه در یک نوجوانی به وجود بیاد، پیش زمینش رو باید بررسی کرد. در وهله دوم اگر لازمه که صحبت بشه، خیلی مهمه که این رو رو راست با بچه مطرح بکنین. بابا و مامان از مدرسه شکایت شنیدن و این در مورد این هستش که چیزی که تو گفتی یا کاری که کردی باعث شده که یک کس دیگه خوشحال نباشه و شکایت بکنه، ما باید به این جواب بدیم، فکر میکنی چیکار باید بکنیم؟ و ممکنه با این پرسش اونو در یک موقعیتی بذارین که خودش شروع کنه به حل مسئله، به جای اینکه بهش بگین که آره اینطوری شده ما باید بریم این کارو بکنیم، بهش بگین تو فکر میکنی باید چیکار کنیم. و بعد اگه دیدین که داره توی مسیر درستی میره، خب میتونین هی به جوابش اضافه بکنین، خب آره اولش باید معذرت بخوایم، اولش باید توضیح بدیم که کاری که کردیم قصدمون چی بوده، قصد اذیت نداشتیم، تصادفی شده، یا اینکه مثلا آره نه ممکنه بگیم که آره من چون تو این کارو کردی من این کارو کردم ولی الان که فهمیدم ناراحت شدی، خب معذرت میخوام. معذرت خواستن یادش بدیم، اینکه ندونسته یه کاری رو کرده و غفلت کرده نسبت به اینکه طرف مقابل چه احساسی داره، خب این مهم هستش. ولی اگه فکر میکنین با گفتن این چیزا و تکرار این چیزا باز به جایی نمیرسین و اون رفتار هی داره ادامه پیدا میکنه، خیلی مهمه که فکر کنیم چی تو زندگی این نوجوان داره اتفاق میفته که رفتارهای خشونت آمیز رو از یه جایی داره به یه جای دیگه منتقل میکنه. ممکنه من پدری باشم که دارم بچه رو اذیت میکنم و رفتار خشونت آمیزی دارم، مستقیم یا غیر مستقیم، با کلام، با رفتار فیزیکی، که اگه بچه زورش به من نمیرسه داره اینو میبره مدرسه و بچه دیگه منتقل میکنه. بنابراین جا به جایی این خشونت و این احساسات مهم هست که بهش نگاه بشه. و در هر صورت اگر شرایط از اینی که توضیح دادم به طور معمول پیچیده تر میشه و حلش سخت میشه، کمک بخواین، با مشاوره صحبت بکنین و بخواین که کسی به رفتار خود شما به عنوان پدر مادر و رفتار فرزندتون نگاه بکنه. دکتر شاکر، خیلی وقتا پدر مادر قلدری بچه رو میبینن و تازه میگن چقدر خوب که بچه‌مو میتونه گلیمشو از آب بکشه بیرون، یا چقدر خوب که بچه‌مو میتونه حقشو بگیره. این مرز بین این که بچه داره قلدری میکنه یا رفتارش ناشی از اعتماد به نفسشه کجاست؟ خب همه دوست دارن بچه‌ها اعتماد به نفس داشته باشن، از حقشون دفاع کنن، به جاش بتونن بگن نه من اینو نمیخوام، یا اگه چیزی رو دوست دارن به جاش بگن که آره من اینو میخوام. اینا چیزای مثبتش هست. ولی اگر که دوباره ما مرز این رو بذاریم که چه رفتاری خشونته، چه رفتاری قانون شکنیه و چه رفتاری به حق و حقوق دیگران آسیب میزنه، اون مرز اونجا قرار میگیره. به سن بچه ها خیلی بستگی داره. باز اگر بچه های هستن که توی مقطع پیش دبستانی، دبستان دارن تازه یاد میگیرن که چجوری اسباب بازی‌هاشون رو به اشتراک بذارن یا قوانین بازی رو رعایت بکنن،
اگر اونجایی که شما میبینین بچه ها دارن جرزنی میکنن، قوانین رو میشکنن و دلشون میخواد که فقط خودشون اول باشن، اگر شکست بخورن شکست رو قبول نمیکنن، اونجا بچه ها احتیاج به کمک دارن. باز بچه هایی هستن که حساس ترن، به دلایل مختلف نمیتونن شکست رو بپذیرن و براشون خیلی سخته، اونا باید باشون جداگونه گفتگو بشه. اگر به دلیل شکست ممکنه که رفتارهای پرخاشگری بکنن، بازی رو خراب بکنن، اونا جداگونه باید کمک بشه. ولی اگه داریم بچه های مثلا سن بالای دوباره 10-12 رو صحبت میکنیم که باز درک اجتماعی بچه های مقدار پیشرفته شده، خیلی برمیگرده دوباره به این که اگر اون قانون شکنی و اون رفتار منفی رو از بچه میبینین، وقتی خط قرمز رو بذارین که پرخاش، خشونت کلامی، رفتارهای غیر قابل قبولی پیش میاد که شما باید مداخله بکنین و همونجا بازی رو قطع بکنین یا اون رابطه رو قطع بکنین و بگین که از اینجا به بعدش چیزی نیست که من تایید بکنم، این با اعتماد به نفس و اینکه تو عزت نفس داشته باشی، به خودت احترام بذاری و چیزی رو نمیخوای فرق میکنه. این رفتار تو تبدیل به این شده که تو داری دل دوستتو میشکنی یا داری با این کلامی که به کار میبری باعث میشه که دوستتو از دست بدی و من نمیخوام که تو تنها بشی، نمیخوام که بقیه نخوان که با تو دوست باشن، بنابراین این رفتار رو باید عوض بکنی. خیلی ممنون دکتر شاکه.